خب با درود مجدد خدمت بینندگان عزیز، سومین بخش برنامه در خدمت آقای عرفان قانونی‌فر هستیم. آقای قانونی‌فر درود بر شما. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. خوشحالم که فرصتی پیش اومد که در خدمت حضرت عالی و بینندگان باشیم. آقای قانونی‌فر عزیز، سخنان آقای خامنه‌ای رو دیروز شنیدید، تحلیل شما رو راجع به این سخنان و روند تحولات ایران بشنوید. سپاس. در فرصت کوتاهی که در اختیار بنده هست خدمتتون عرض بکنم که صحبت‌های آقای خامنه‌ای چند نکته رو داشتن از نظر تاریخی که این رو باید برای بینندگان و به ویژه نسل جوان ایران گفت. نکته اول این که ایشون به جنایت قتل مهسا امینی هیچ اشاره نکرد و از واژه مرگ استفاده کرد. این نکته اول. نکته دوم، قتل و کشتار و قتل عام نسل جوان ایران هیچ ربطی به CIA و موساد نداره و این به دستور خلیفه ساختار خلافت اسلامی و ولایت فقیه یعنی شخص ایشون صورت گرفته. از سال 1368 که بر کرسی قدرت تکیه زده تا این لحظه، این فرد جنایتکار چند بار مردم ایران در گوشه گوشه این کشور علیه استبداد دینی و فرمان فرمایی تاریک ملایان در واقع اقتدار خودشون رو نشون دادن، قیام کردن، اعتراض کردن. هر بار با سرکوب وحشیانه ملاهای عمامه به سر و نعلین به پا روبرو شدن و اسمشون میذارن که ما نمایندگان خداییم، ما نمایندگان امام زمان جعلی هستیم و اگر این اوباش و اجامر نمایندگان امام زمان جعلی هستن، ایشون باید چه جنایتکاری باشه در عمل. نکته بعدی، ایشون اشاره میکنه به مسئله ساواک و پهلوی که اونها شعله بر کردن این قیام رو در داخل کشور، اما ایشون مثل اینکه نمیخواد تاریخ رو از ذهن منجمد و در واقع تفکر قشری ملایی و دروغهای آخوندی فاصله بگیره و بدونه که تاریخ پهلوی تاریخی از ایرانساز و تمدن پادشاهی ایرانی بدون هیچ اغراقی بعد از کوروش و داریوش مدیون رضا شاه هست و خاندان پهلوی در واقع خدمت به ساختار پادشاهی ایرانی کردند که اون رو زنده نگه دارند. حالا ملایان با کمک تروریسم خط سیر پادشاهی ایرانی رو منحرف کردند. این شد حال روز مملکت و این سیاه روزی و بدبختی که داریم میبینیم و در واقع با تکیه بر تروریسم به قدرت رسیدن و به قدرت ادامه دادن تا این لحظه. این نکته بعدی. دیگری این که ایشون در ساواک زندانی بوده. دلیل دستگیری ایشون در ساواک بنا به افرادی که من گفتگو کردم برای تحقیقاتم درباره ساواک، ایشون به خاطر در واقع حمایتش از تروریسم اسلامی مثل یک تروریستی به اسم اندرزگو و مثل یک لات تروریست دیگه به اسم نواب صفوی ایشون دستگیر شد. ایشون مترجم کتاب یه تروریست دیگه به اسم سید قطب هست و در واقع ترویج اسلام تروریستی، به زندان افتاد. بازجوی ایشون زنده حی حاضر و یکی از بازجویان ایشون هم پریروز فوت کرد، البته در لندن، زنده یاد فرنژاد، به عبارتی دکتر جوان در ساواک و من ادای احترام دارم به ایشون و بازماندگانشون که یکی از میهن پرستترین افراد بود. ایشون حتی در موقع بازجویی جرأت نماز خوندن نداشت چون بازجوها بهشون، به افراد مذهبیون اجازه میدادن که نماز بخونن. ایشون به خاطر ترسو بودن، بزدل بودن، حتی نماز هم در زندان ساواک نخونده. بنا به حتی افرادی هم که همبند ایشون بودند این اعتراف رو کردن. حالا بماند خودش میگه از قطار خودش رو پرت کرده بیرون برای نماز، این اباطیلی بیش نیست. و بعد ایشون دو بار تقاضای عفو ملوکانه میکنه از شهبانو که زنده حی و حاضر و زنده است و از شاه مملکت که البته عفو رفسنجانی مورد تایید قرار میگیره نه ایشون. و نکته بعدی این که ساواک هزینه تریاک ایشون رو پرداخت کرده در شهر ایران شهر و یک بار هم با کلاهبرداری 15,000 تومانی در بندر پهلوی ایشون در واقع روزه خونده. این تاریخچه این شخص که من همش رو بر اساس مستندات واقعی خدمتتون عرض کردم که حالا ایشون شده خلیفه اسلام و مسلمین و هر شب با خدا تلفنی حرف میزنه، این دیگه دروغ‌های این به اصطلاح بچه مسلمان های بیت
رهبری ایشون هست. این نکته بعدی که خواستم ایشون رو بهش ارجاع بدم که افراد ساواک تک و توکشون در قید حیات هستند، اما با شرفترین و میهن‌پرستترین افراد بودند. هیچ وقت یک فرد ساواکی با یک تروریست همدست نشد، اما در واقع مادر تروریسم جهانی همین خامنه ای و نظامش. 1989 که مردم در واقع رومانی می اومدن پرچم های چاوشسکو رو سوراخ میکردن، اون آرم مشهور رو سوراخ میکردن که نظام ایشون رو هدف قرار بدن، و الان هم از کودک دبستانی گرفته تا جوان دانشگاهی در واقع علیه ایشون قد علم کردن و ایشون با سینما رکس شروع کرده، الان با قتل عام دانشجویان و این اباطیلی هم که ایشون در جعل تاریخ، چون تاریخ معاصر ایران مورد هجوم سه گروه قرار گرفته، گروه ملایان مذهبی خمینیچی، گروه تروریست های شرکت کننده در بلوای 57 و گروه کمونیست ها، و هر سه تاریخ معاصر ایران رو مملو از جعلیات کردند. آمریکا و اسرائیل هیچ تغییر حکومتی در داخل ایران انجام نداده، نمیده، نخواهد داد، و امروز هم که رئیس CIA از جنبش مردم ایران حمایت کرد، خواست که بگه تصمیم دولت امریکاست برای برقراری جریان آزاد اطلاعات در داخل کشور، و این اتفاق داره رخ میده. و بنابراین من حالا در بخش بعدی عرایزم اشاره میکنم به ویروس هایی که جنبش فعلی دوچارش. آقای قانیفر، الان دوستان علاقمند هستن، میگن این پژوهش های شما آیا منتشر خواهد شد بعد از این، یا هنوز چه اتفاقی میفته؟ این همین گفتگوهایی که کردید راجع به مسائل ساواک و دستگیری آقای خامنه ای. عرض کنم که در کتاب گفتگوی بنده با پرویز خان ثابتی در دامگه حادثه در خیلی جاها بهش اشاراتی شد و هست، در اختیار مردم هست، و کتاب بعدی کتاب وحشت بزرگ هست که تأخیر فنیش هیچ ارتباطی به بنده نداره و در واقع با ناشر و در واقع مسئولیت‌های فنی و افرادی که در واقع کار فنی رو انجام میدن هست، که اون هم طبیعی است در انتشار هر کتابی که امیدوارم به زودی وحشت بزرگ در اختیار به اصطلاح جامعه و به ویژه نسل جوان قرار بگیره، که یکی از اون گفتگوها سخنان زنده یاد پرویز فنجاد یا به عبارتی دکتر جوان بود که 3 روز پیش در لندن دار فانی رو به دار گفت و یکی از وطن پرست‌ترین انسان‌های ساواک بود. بله، یادم ایشون اوایل انقلاب هم بازداشت شد در شیراز، مثل که ایشون فعالیت میکرد و خیلی، ایشون در ساواک تهران بود و معاون آقای پرویز ساواک. نه، ابتدای کار استخدامش در شیراز بود که برادرشون هم اونجا بودن تا چیز بودن. خیلی آدم شریفی هم بود، بندم دورا دور ارادت داشتم خدمتشون. آقای عرفان قانیفر، شما از حمایت های بین المللی از خیزش مردم ایران راضی هستید؟ فکر میکنید دولت آمریکا اون مثلا اون کاری که باید بکنه رو واقعا کرده؟ عرض کنم که ما ملت تنهایی هستیم و نسل جوان ایران خودش تصمیم گرفته و میخواد از اختاپوس مذهبی ملای شیعه رها بشه. نسل جوان خودش تصمیم گرفته به طور خودجوش که تاریخ کشور ایران رو به محور اصلی برگردونه. هیچ کسی در واقع محرک این داستان نبوده، و اگر جاهایی مثل نیویورک تایمز و لابی های ملایان در خارج از کشور میگن به خاطر اقتصاد بوده و خیره، نیست، بلکه در واقع نسل جوان ایران به خاطر باز پس گرفتن کشورش و هویت ملیش و پرچمش در واقع داره فعالیت میکنه. زن و مرد در کنار هم دیگه، دختر و پسر در کنار هم دیگه. این که برخی ویروس ها در داخل این جنبش میخواد اون رو مصادره به مطلوب بکنه، در هر جنبشی در جهان امری عادی، در لهستان، رومانی، کولومبیا، آفریقای جنوبی، اوکراین، حتی روسیه، حتی در داخل امریکا که زمانی که میخواستن از جنبش بردهداری رها بشن، در فرانسه و بسیاری از تاریخ انقلاب‌های جهان امریست طبیعی که هر جنبشی یک ویروس‌ها و عفونت‌هایی داشته باشه. در شرایط فعلی 4 ویروس حمله کرده به این جنبش ملی و رستاخیز ملی که یکی از اونها ویروس تجدید طلبان هست، که حتی در تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور هم شما می‌بینید باید پرچم میان، مثلا بنده نمی‌دونم مثلا کجا رو می‌خوان تجدید کنن، کجای مردم ایران شعار دادن که ما می‌خوایم فلان استان رو قیچی بکنیم. اینا در واقع جز نوکری اجنبی بودن چیز
دیگه این نیست، یک اندیشه بیات شده که تفکر غالب و مستولی و جامعه ایران نبوده، نیست، نخواهد. این نکته یکی از ویروس ها. ویروس بعدی ویروس فمینیست ها یا جنسیت زدگان هست که میگه انقلاب زنان هست، که میگه نمیدونم زنا فلان کردن. خب اون مردهایی که در خیابان کشته میشن چی؟ زن زندگی آزادی بخشی از یک شعار هست که در واقع زن آزادی مجله‌ای بوده که در سال 1342 در واقع در انقلاب سفید شاه فقید ایران منتشر شد. این رو شما نگاه بفرمایید، شما در واقع افرادی که در واقع از پهلوی فرار میکنن نمیدونن که این تاریخ پادشاهی ایران حرمت به زن ایرانی بوده. زن ایرانی در تاریخ پادشاهی ایران پادشاه هم شده، به شاهی رسیده. مردم ایران باید این رو توجه داشته باشن، به ویژه نسل جوان. و اونایی که میان این رو جنسیت زده میکنن و در واقع میخوان آنگ سان سوچی در واقع دوم برای ما بسازن و بتراشن، این ره به ترکستانه و ره به جای نمیبره. و ویروس دیگه ویروس مافیا و باند فاسد و تروریست اصلاح طلبان هست که دروی یه سکه هستن با اصولگرایان برای حفظ ساختار حکومت فعلی در داخل ایران. و اصلاح طلبان افرادی که برای رفسنجانی قشادیسه می رفتن یا برای خاتمی یا برای کروبی و بعد مردم رو تشویق به انتخابات می کردن، الان یک شبه خواب زده شدن و اینا شدن انقلابی. و بعد در حرفای مصطفی خمینی، نوه خمینی، در واقع در جنایت هیچ تفاوتی بین خمینی و خامنه ای نیست، در بلاحت و صفاحت هیچ تفاوتی بین خمینی و خامنه ای نیست. و دعوای اصلاح طلبان و اصولگرایان بر سر قدرت هست. اصولگرایان دنبال تراشیدن و پیکر تراشی کسی مثل مجتبی خامنه ای هستن، اصولگرایان دنبال پیکر تراشی و شاه تراشی خودشون، در واقع ملا تراشی خودشون برای نوه خمینی هستن. و ایشون میگه به خامنه ای شما مثلا استهزا و توهین نکنید که بشه در پشت پرده توافق کرد. یعنی اینها حتی رو خون مردم هم میخوان موج سواری بکنن. این ویروس بعدی. و ویروس دیگه‌ای که ویروس چهارم هست، نسل جوان بعدش آگاه باشه، شرکت کنندگان در جنایت و مکافات 57 هستند. راهگشایان اهریمن از مجاهدین خلق گرفته تا حضراتی که پشت عکس مصدق قائم میشن. بی تعارف، الان زمان تعارف نیست، زمان ملاحظه کاری و محافظه کاری نیست، لطفاً ساکت باشید. همون جنایتی که در سال 57 انجام دادین کافیه و الان آزادی خواه شدین، این دیگه جوک داستان هست. بذارین این جوانان تصمیم خودشونو بگیرن. مریم رجوی در مجاهدین خلق چه ارتباطی با آزادی داره که هنوز رنگ روسری اون خانم ها خودشون دست خودشون نیست و ایشون باید تعیین بکنه؟ این خیلی بی تعارف. یا مثلا افرادی که در واقع میان انجام میدن، مصدقی چیا، شما یادتونه که مهدی بازرگان چه اهانتی به زن ایرانی کرد؟ شما یادتونه مهدی بازرگان در همین نیویورک تایمز گفتش این انقلابی که ما میخوایم بکنیم عدل علی هست؟ کدوم عدل علی؟ اون 5 سالی که علی حکمرانی کرده در واقع جز جنایت و مکافات و خیانت چیزی دیگه در تاریخ هست؟ حتی به زن پیغمبر همیشون لشکرکشی کرد برای کشتن. پس بنابراین اینا اباطیلی است که این 4 ویروس برای این جنبش رستاخیز ملی ایران دارن تزریق میکنن در رسانه هاشون. 57 ها، اصلاح طلبان، فمینیست ها یا جنسیت زدگان، تجزیه طلبان. این 4 تا ویروس رو امیدوارم که نسل جوان بدونه. این خیلی حائز اهمیت هست. و نکته بعدی، هر راه رسیدن به دموکراسی راه سنگلاخه. راه رسیدن به آزادی راه طولانیه. راه رسیدن به آزادی یک شبه رخ نمیده. بنابراین با استقامت و تداوم و استمرار هست که میشه این رو مثل کشورهای متمدن جهان به نتیجه رسوند و نمیشه اون رو با اباطیل از بین برد. برخی ها مثلا شما نگاه بفرمایید، یه کلکسیون داریم مثل آکواریوم که اون به خودش میگه رهبر، اون به خودش میگه رهبر، این یکی میگه من رهبرم، اون یکی میگه فلانی با فلانی توافق بکنه. خیر، نسل جوان از یک ریل خارج شده. این قطار در واقع تاریخ ایران 44 ساله از ریل خارج شده، دوباره باید اون رو به ریل برگردیم. این رو باید برد و نسل جوان یک هدف در ذهنش باشه و اون هم دموکراسی پارلمانی. در پارلمان تعیین باید بشه که چه نوع حکومتی در آینده ایران میتونه در واقع ضامن موفقیت و صلح و آرامش این مردمان به تنگ آمده باشه. اونجاست که تصمیم گرفته میشه.
این رهبر تراشی ها و خودنمایی ها و مثل نسناس ها در تئاتر مثلا زیر گذر لوتی صالح یک میمون بالا و پایین میرفت که مردم میدونن کدوم تئاتره، یکی از تئاترهای مشهوره و مرحوم هادی اسلامی بازی میکرد، اون نیست داستان. داستان اینه که در واقع در دموکراسی پارلمانی ما هم با 5000 سال تمدن به جهان نشون بدیم که قدرت انتخاب داریم در جایی که ساختار قانونی باشه و رهبر مشروع و در واقع قابل قبول و مورد احترام نسل جوان رو انتخاب بکنیم، که خیلی ساده است، در خیابان اسم کی رو صدا زدن دیگه اینجا نمیشه بهش اشاره کرد، ولی آیین شهریاری و آیین تاریخ پادشاهی ایرانی به ما یاد میده که چه چیزی در واقع آینده این ایران رو باید در نظر گرفت و یک فرد قوی نیاز داریم که لااقل برای 10 سال این ریل ایران شده رو دوباره برگردونه. اینا نکاتی بود که من امروز خواستم در خدمت شما. این نکته شما در فرمایشاتون خیلی سریع فرمودین که به نظر من بسیار حائز اهمیته. من سالهاست مردم میدونن تأکیدم همیشه روی موضوع پرچم شیر خورشید بوده، بابتش فوش خوردم، بابتش اتهام شنیدم و کار نداریم، اما همیشه معتقد بودم این موضوع، موضوع این پرچم خیلی مهمه. الان اشاره فرمودید به حضور پرچم‌های گوناگونی در تظاهرات. آیا وجود این پرچم‌هایی که تهش می‌خوره به همون تجزیه طلبی که شما گفتید که بعضیا سعی دارن با تخت پاک کن این موضوع رو پاک بکنن و نباید پاک بشه، و باز هم تأکید می‌کنم به همون اندازه که خطر بقای جمهوری اسلامی ملت ایران رو تهدید میکنه، دقیقاً به همون اندازه کارهایی که از جانب دولت‌های همسایه به خصوص اتفاق میفته باید مورد توجه مردم قرار بگیره. حالا با در نظر گرفتن این موضوع، شما چقدر فکر میکنید که اهمیت دادن به پرچم شیر خورشید، بولد کردن، برجسته کردن میتونه اون رفتار رو خونسا بکنه و مردم رو متوجه آیندهشون بکنه؟ بفهمید. عرض کنم در پایان عرایزم دیگه، ببخشید من چون باید به کارم ادامه بدم، عرض کنم که پرچم شیر و خورشید نشان هویت، نام، اعتبار و تاریخ ماست، و کسی که ضد هویت و تاریخ ایران باشه و به عبارت خیلی محترمانه تر بی وطن باشه ضد این پرچم هست. پرچم تابلوی نقاشی نیست که هر لحظه دلمون خواست پاکش بکنیم. این که افراد توده‌ای بیان و سرنگ قرمز و سفید و سبز رو بذارن چه فرقی با پرچم ایتالیا داره؟ هیچ. پس بنابراین این نشان بی‌وطنیست، بی احترامی به پرچم یک کشور، تاریخ یک کشور، نشان بی‌وطنیست، نشان پیشرفته و تمدن نیست. این دعوایی هم که بعضی ها مثل همین 57 ها و تروریست ها و تجدید طلب ها و غیره با شاه فقید هنوز دارن در سایه مشت بازی میکنن، دعواشون رو ببرن از اینجا دیگه. الان مردم میخوان اون سمبول و نشان حکومت آخوندی رو پاک بکنن، و اون هم همانا کلمه ایست که مال زبان ما نیست. حالا هر دینی هر چیزی هست محترم سر جا خودش، تنها پرچمیست در جهان در یک کشور که روی پرچم به زبان کشور دیگه نوشته شده، و بنابراین برگشت به هویت ملی ماست. تمام شد. حالا برخی از افراد عناصر توده، تجزیه طلب، 57 و جنسیت زده میان برای خودشون نقاشی میکشند و مثل دفتر نقاشی این اون آرمو میذاره، این اون آرمو میذاره. این به نظر من ره به جایی نخواهد برد، و مردم ایران باید خودشون بعد از موفقیت این رستاخیز ملی میتونن تصمیم بگیرن که چه نوع ساختار حکومتی رو داشته باشن، چه رهبری مقبول هست، و این آکواریوم و سیرک تماما مسخره رهبران رنگارنگ هم به نظرم به پایان خواهد رسید. در پاسخ به حضرت عالی هم، آقای شهرام همایون امیدوارم عمرتون پایدار باشه، ولی روزی هم که فرض بفرمایید در این عرصه نباشید و دیگه زنده نباشید، من تصور میکنم یکی از کارهایی که میشه برای شما اسم گذاشت احترام شما به پرچم ایران. به نظرم همین در کارنامه شما کافی است. حالا کارنامه شما هر چی هست اون دیگه با افکار عمومی جامعه ایران، ولی یک نکته اگه درباره شما به عنوان یادت به خیر بشه ازش یاد برد، احترام شما به پرچم شیر خوشی نشان ایران هست. اینو خیلی بی‌تعارف گفتم، چون میدونید بنده اهل تعارف و نان و قرض دادن و تملق و اینا نیستم، و این جوانان ایران هم باید این مسئله رو در نظر بگیرن که احترام به هویت و تاریخ نشان بزرگی و
و نشان پختگی است و در واقع ابلهان و سفها هستند که نشان ملی رو میخوان حذف کنن. جز این من دیگه فکر میکنم عرفان قانیفر پژوهشگر تحلیلگر خیلی خیلی ازت ممنونم که آقای قانیفر از وقت نهارشون زدن و با ما بودن. خیلی از شما متشکرم. روز گرسنه‌ای رو باید طی بکنید. ازتون عذرخواهی میکنم. عرض ادب و احترام پاینده ایران. ممنونم.